بعد از ماه‌ها شایعات ریز و درشت، بالاخره سونی عرضه نسخه PC بازی محبوب گاداوار رو تایید کرد. شایعه‌ای که از مدت‌ها پیش از سمت چندین و چند منبع معتبر شنیده می‌شد و حتی نام بازی در فهرست فاش شده عناوین PC در دیتابیس انویدیا به چشم می‌خورد. حالا سونی رسماً خبر عرضه پورت PC گاداوار رو اعلام کرده. آخرین عنوان عرضه شده از این سری بازی محبوب که در سال 2018 برای PS4 عرضه شد و نه تنها پرفروش‌ترین نسخه سری نام گرفت، بلکه با کسب متوسط نمره 94 و دریافت جایزه بهترین بازی سال از مراسم The Game Awards به یک دستاورد هنری برای کمپانی ژاپنی تبدیل شد. در این آیتم به سراغ بهبودهای نسخه PC بازی گاداوار، تفاوت‌های این نسخه با ورژن کنسولی و همچنین دلیل عرضه عناوین انحصاری پلی‌استیشن برای PC خواهیم رفت. Here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us. ما میدونیم که نسخه PC بازی گاداوار در تاریخ 14 ژانویه 2022 مصادف با 24 دی ماه برای استیم و اپیک گیم استور عرضه میشه. هیچ محتوای داستانی جدیدی به این نسخه اضافه نشده و در اکثر جنبه‌ها هر دو ورژن پلی استیشن و PC کاملا یکسانند. با این حال این پورت شامل چند ویژگی مهمه که میشه به بهبود گرافیکی، پشتیبانی از ماوس و کیبورد و امکان شخصی سازی کردن اونها، پشتیبانی از کنترلرهای دوال سنس و دوال پشتیبانی از نسبت تصویر 21:9 اولترا واید اسکرین و اضافه شدن ست آرمور دتس واو و 4 اسکین اشاره کرد. هرچند سونی ویدیویی از نسخه PC منتشر نکرده و زمان اعلام سیستم مورد نظر برای اجرای گاداوار رو به آینده موکول کرده، اما حداقل میدونیم که این پورت شامل چه بهبودهای گرافیکی میشه. پشتیبانی از رزولوشن 4K واقعی، بهبود سایه‌زنی و نورپردازی، فریم ریت آنلاک شده و پشتیبانی از DLSS روی کارت‌های گرافیکی سری RTX انویدیا از مهمترین این بهبودها هستند. در نسخه PC این امکان در اختیار مخاطب قرار می‌گیره که با استفاده از گزینه‌های متعدد در تنظیمات گرافیکی به خروجی ایده‌آل خودش دست پیدا کنه. این بار گاداوار روی PC با ارتقای رزولوشن سایه‌ها و کیفیت SSR همراه میشه. بخشی از جزئیات گرافیکی که در اصل به شکل بازتاب در نقاط از پیش تعریف شده به نمایش درمیاد و با توجه به اطلاعات موجود از کیفیت بالاتری نسبت به نسخه کنسولی بهره میبره. با استفاده از GTAO و SSDO که در نسخه کامپیوترهای شخصی گاداوار قرار گرفته، میشه به شکل کلی انتظار داشت که شاهد نورپردازی محیطی بهتری نسبت به گذشته باشیم. قابلیت دیگه مهمی که برای نسخه PC مورد توجه قرار گرفته، استفاده از تکنولوژی DLSS کمپانی انویدیا است. در این تکنولوژی شما میتونید رزولوشن اصلی بازی رو در عددی پایین‌تر از میزان همیشگی قرار بدید و وظیفه بازسازی و ارتقای اون به رزولوشن های بالاتر رو به عهده هوش مصنوعی بگذارید. در اصل DLSS اگر به شکل مناسبی پیاده سازی بشه، به شما اجازه میده بدون افت فریم با رزولوشن بالاتری بازی رو تجربه کنید. البته که باید به این نکته توجه کنید که نحوه اجرا و کیفیت خروجی نهایی بستگی زیادی به عملکرد تیم پورت کننده بازی داره. نهایتا باید به این نکته هم اشاره کنیم که گاداوار روی PC از تکنولوژی انویدیا رفلکس لو لیتنسی هم استفاده میکنه. این تکنولوژی انویدیا در اصل باعث میشه با قرار گرفتن CPU و GPU در یک راستا دیگه شاهد باتلنک شدن سیستم از طرف پردازنده گرافیکی نباشیم. تکنولوژی که میتونه در حالت ایدئال روی پایدار بودن نرخ فریم و حذف افت‌های ناگهانی یا لحظه‌ای تأثیر مستقیمی داشته باشه. به شکل کلی میشه انتظار داشت که با دو تکنولوژی انویدیا که در نسخه PC بازی گاداوار قرار گرفتند، شاهد بهبود کلی فریم ریت برای گستره بیشتری از کامپیوترهای شخصی باشیم. نکته جالب در متن خبر منتشر شده از سونی اینه که به گفته کمپانی ژاپنی ورژن 2018 بازی گاداوار فروش 19.5 میلیون نسخه‌ای داشته که اون رو در کنار The Last of Us و اسپایدرمن به عنوان پرفروش‌ترین بازی‌های تاریخ شرکت سونی قرار میده. و حالا با عرضه پورت PC گاداوار باید انتظار داشته باشیم اولین ماجراجویی مشترک کریتوس و پسرش به موفق‌ترین بازی تاریخ کمپانی سونی تبدیل بشه. استراتژی عرضه عناوین انحصاری پلی‌استیشن برای PC ایده جدیدی نیست و تاریخچه اون به دهه 90 برمی‌گرده.
برمیگرده. وقتی شرکت سایگنوسیس به عنوان زیرمجموعه سونی تعدادی از بازی‌های پلی‌استیشن همچون الیمینیتر، جی پلیس، لایف فورس تنکا، لیگ آف پین، رول کیج، شادو ماستر و نسخه‌های 96، 97 و 99 مجموعه بازی فرمول 1 سونی رو برای کامپیوترهای شخصی منتشر کرد. سیاستی که سونی با عرضه PS2 رو متوقف کرد تا اینکه تقریباً 2 سال پیش برنامه جدید عرضه عناوین انحصاری خودش رو برای PC اعلام کرد. حتی جیم رایان، مدیر عامل بخش سرگرمی سونی، چند پیش گفته بود که مخاطبان PC میتونن منتظر عرضه بازی‌های پلی‌استیشن بیشتری از طرف این کمپانی برای کامپیوترهای شخصی باشن. در راستای همین برنامه سونی تا به امروز 3 بازی خودش رو در اختیار کاربران PC قرار داده و قصد داره 2 عنوان دیگر رو هم به زودی در اختیار کاربران کامپیوترهای شخصی قرار بده. این 3 بازی به ترتیب Death Stranding، Horizon Zero Dawn و Days Gone بودن و در کنار این 3 عنوان سونی در نظر داره پکیج Uncharted Legacy of Thieves که شامل 2 بازی Uncharted 4 A Thief's End و Uncharted The Lost Legacy و همچنین God of War رو اوایل سال 2022 در اختیار کاربران PC قرار بده. البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که هرچند IP بازی Death Stranding در دست سونیه، اما این عنوان توسط شرکت 505 Games برای PC منتشر شده بود. بسیاری از مخاطبان پلی‌استیشن علاقه‌ای به استراتژی جدید سونی ندارند و اون رو با سیاست تمرکز روی بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن در یک راستا نمی‌بینند. ولی در طرف مقابل، کمپانی ژاپنی موفق شد با عرضه بازی‌های انحصاریش برای پلتفرم پرمخاطبی همچون PC پول کلانی رو به جیب بزنه. از طرفی سونی قصد نداره بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن رو همزمان برای کامپیوترهای شخصی منتشر کنه و حداقل تا به امروز نشون داده بین 1 تا 3 سال برای عرضه بازی‌های PS4 برای PC صبر می‌کنه. سیاستی که مشخصاً از منظر سونی و مدیرانش نه تنها سودآور بلکه هوشمندانه است، چرا که در کمال ناباوری ممکنه مخاطبان جدیدی رو به سمت کنسول پلی‌استیشن راهسپار کنه. به طور مثال عرضه گاد آف وار در حالی برای PC صورت می‌گیره که عنوان جدید این سری، یعنی گاد آف وار رگناراک، چند ماه دیگه برای PS4 و PS5 منتشر میشه. به این شکل شاید PC بازها که از عناوین انحصاری سونی لذت بردن برای تجربه هرچه زودتر دنباله بازی‌های مورد علاقه خودشون PS4 یا PS5 بخرن. علاوه بر گاد آف وار، سونی سال پیش هورایزن رو برای استیم و اپیک استور منتشر کرد که قسمت دوم اون 18 فوریه مصادف با 29 بهمن در اختیار کاربران PS4 و PS5 قرار گیره. نظر شما در رابطه با این سیاست سونی و انتشار بازی‌های انحصاری کنسولیش بر روی PC چیه؟ نظرات خودتون رو در کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای اطلاع از جدیدترین ویدیوها در حوزه سرگرمی حتما کانال یوتیوب بازی سنتر رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید.